سلام خوش اومدید به کلاس درس فرض بکنید که من یک اتومبیل دارم در ابتدای این مسیر و این اتومبیل داره با سرعت 10 متر بر ثانیه حرکت میکنه طول این مسیر هم فرض بکنید هست مثلا 20 متر و اتفاقی که میفته اینه که در این نقطه اتومبیل من ناگهان یک چراغ قرمز میبینه و در نتیجه باید متوقف بشه حالا بیایید فرض بکنیم با هم که این اتومبیل با شتاب ثابت ترمز رو میگیره یعنی در حقیقت با شتاب ثابت سرعت شروع میکنه به کم شدن سوالی که من ازتون دارم اینه که چه شتاب ثابتی لازمه تا این اتومبیل دقیقا در این نقطه متوقف بشه خب این یک سوال حرکت شناسی هست و از بخش حرکت با شتاب ثابته ویدوی حرکت شناسی حتما یادتون هست که در شتاب ثابت ما یک معادله که داشتیم این بود که ویت دو منهای و صفر به توان دو مساوی هست با دو ضرب در شتاب ضرب در جا, به جا این یک معادله بود که ما از حرکت با شتاب ثابت داشتیم حالا من میخوام که این ماشین من سرعت نهاییش صفر باشه یعنی وت به توان دو سفره سرعت اولیهش هم که هست ده ده به توان دو این باید مساوی باشه با دو ضرب داره شتاب ضرب داره جابجاییش یعنی 20 متر این معادله دقیقا داره به من میگه که اگر تو بخوای اتومبیلت که داره با سرعت 10 متر بر ثانیه حرکت میکنه بعد از 20 متر متوقف بشه و سرعتش بشه صفر چه شتاب ثابتی لازم داری که من از این بلا فاصله نتیجه میگیرم که شتاب مساوی میشه با منفی 100 تقسیم بر 40 یعنی منفی دو نیم متر بر مجذور ثانیه خب این الان هیچ ارتباطی به جرم و اصلا ویژگی های دیگه این ماشین من نداره این شتابیه که من لازم دارم حالا اینکه این, این شتاب چجوری تعمیم میشه الان تا اینجا به من ربطی نداشته حالا من میخوام یک سوال بپرسم فرض بکنید که این ماشین شما یک بار این ماشینیه که من این پایین کشیدم یعنی این ماشین و یک بار این چیز عجیب و غریبی هست که این بالا وجود داره من اصلا نمیدونم این چی هست اما خیلی بزرگه و کلی هم بار روشه حالا سوالی که من ازتون دارم اینه که برای توقف کدوم یک از این دو نیروی بیشتری لازمه خب ما اینجا با هم کشف کردیم که شتاب برابری لازمه برای توقف این دو حالا سوال من اینه که کدام، کدوم یک از این دو توقف نیروی بیشتری لازم داره خب شما بلافاصله میتونید برید سراغ قانون دوم نیوتن یعنی میگید که F مثلا برای این ماشین پایین پس من می نویسم F ماشین یعنی نیرویی که لازم هست برای توقف ماشین برابر هست با M ضرب در شتاب ماشین دیگه درسته بنابراین این مساوی میشه با منفی M ضرب در دونیم متر بر مجدور سانیه و به همین ترتیب F برای توقف مثلا بذارید اسم اون رو بذارم کامیون مساوی هست با جرم کامیون یعنی ام ضرب در شتاب کامیون که این هم میشه منفی ام جرم کامیون ضرب در دو نیم متر بر مجذور ثانیه خب واضحه که چون جرم کامیون یعنی این عدد خیلی بزرگتر است از این عدد پس اندازه نیروی بسیار بسیار بزرگتری لازمه برای توقف کامیون پس این نشون میده که جرم در نیرویی که شما لازم دارید برای توقف یک شی خیلی خیلی اثرگذار در حقیقت یک رابطه کاملا مستقیم و خطی داره حالا یک سوال دیگه ازتون میپرسم اینو دیگه نمیخوایم محاسباتش رو انجام بدیم فرض بکنید اصلا همین کامیون من یک بار داره با سرعت 10 متر بر ثانیه حرکت میکنه و یک بار دیگه داره با سرعت مثلا 20 متر بر ثانیه حرکت میکنه در کدوم حالت من نیروی بیشتری برای توقفش لازم دارم من مطمئنم باز هم شما میتونید جواب این سوال رو با قانون دوم نیوتون بگید چون F هست M A در این حالت جرم من ثابته یعنی در هر دو حالت من با جرم کامیون طرف هستم اما شتاب منفی که لازم دارم برای توقف در این حالت دوم بیشتره چون سرعت اولیه هم بیشتره پس شتاب بیشتری لازم دارم که در یک مسافت ثابت ماشین رو متوقف بکنم و بنابراین نیروی بیشتری لازم هست اگر سرعت اولیه افزایش پیدا بکنه پس اینها هر دو دارن به من میگن که هم جرم و هم سرعت ماشین من یک جورهایی داره کار رو برای توقف اون ماشین سخت میکنه این خیلی شبیه به اینرسی هست یعنی اینرسی حالتی بود که جسم دوست داشت در سکون خودش باقی بمونه و این ام و وی یه جورهایی دارن به من اینرسی حرکت رو میدن یعنی هر چقدر بیشتر بشن جسم بیشتر دوست داره در اون حالت حرکت باقی بمونه و توقفش نیروی بیشتری لازم داره اینها به ما این انگیزه رو میده که ما بریم و یک متغیر جدید فیزیکی تعریف بکنیم و اون رو با پی نشون بدیم و اسمش رو بذاریم تکانه یا اندازه حرکت و با این چی هایی که الان زدیم بیایم اون رو به صورت جرم ضرب در سرعت تعریف بکنیم که سرعت یک برداره بنابراین تکانه هم یک بردار خواهد بود تکانه یا اندازه حرکت داره به من بزرگی حرکت رو میده یعنی داره به من میگه که اولا با چه سرعتی جرم تو داره حرکت میکنه و ثانیاً این جرم چقدر خودش بزرگه و هر چقدر حاصل ضرب این دو بزرگتر بشه من یک حرکت بزرگتری دارم یعنی اندازه حرکتم بیشتر میشه انگلیسی این هست مومنتوم و حالا خواهید دید که این اندازه حرکت چقدر کمیت فیزیکی مهمیه و ما چقدر نتایج جالبی میتونیم ازش به دست بیاریم حالا بیایید بریم و رابطه این کمیتی که ما الان فقط تعریف کردیم یعنی جرم رو در سرعت ضرب کردیم بریم رابطه این کمیت رو با نیرو به دست بیاریم و ببینیم که آیا این چیزهایی که اینجا کشف کردیم رو میتونیم به کمک این تعریف هم کمی کمیتر و دقیقترشون بکنیم یا نه خب قانون دوم نیوتن به ما چی میگه قانون دوم نیوتن به من میگه که F مساوی هست با M ضرب در شتاب خب اما من از حرکت شناسی میدونم که شتاب برابر است با تغییرات سرعت به نسبت زمان یعنی این هست M دی سرعت به دی این دقیقا قانون اول قانون دوم نیوتن هست که من دارم مینویسم و چون ام ثابته شما از ریاضیات میدونید که یک ثابت رو میتونید بیارید داخل مشتق خب یعنی اگر من از یک عبارت در حقیقت من میتونم اینو به این شکل بنویسم که این برابر هست با دی ام وی به دی تی چرا چون من اگر از یک عبارتی که یک عدد ثابت توش هست مشتق بگیرم میتونم اون عدد ثابت رو بیارم بیرون و از بقیه عبارت مشتق بگیرم این یک خاصیت مشتق هست بنابراین دی ام وی به دی تی برابر هست با ام دی وی به دی تی چون جرم در طول زمان ثابت و تغییر نمیکنه خب الان چی شد الان ما به یک نتیجه خیلی جالب رسیدیم دیگه دیدیم که نیرو برابر هست با دی تکانه به دی تی یعنی تغییرات تکانه به نسبت زمان داره به من نیرویی که من لازم دارم رو میده بنابراین اگر شما بدونید که تکانه یک جرم چگونه داره تغییر میکنه بدون اینکه اندازه جرم رو بدونید یا بدون اینکه سرعت جرم رو لازم باشه بدونید میتونید نیرویی که داره به اون وارد میشه رو حساب بکنید و بنابراین اینجوری من میتونم بگم که چون این کامیون خیلی بزرگ وقتی که داره با سرعت یکسانی با این ماشین حرکت میکنه تکانش خیلی بیشتر هست بنابراین توقفش در یک زمان ثابت دی پی به دی اتی بزرگتری داره یعنی تغییرات تکانش در طول زمان خیلی بزرگتره چون از یک تکانه خیلی خیلی بزرگی باید برسونمش به صفر سرعتش رو صفر بکنم بنابراین نیروی بزرگتری برای اون لازم داریم ما حالا من میتونم اینو یک جوره دیگه بنویسم یعنی اگر بیام به جای این مشتق گیری ها و برخورد های لحظه ای حالت متوسط رو حساب بکنم یعنی بگم نیرویی که به داره بر یک جن وارد میشه طبق قانون دوم نیوتن هست ام آ و این برابر هست با ام دلتا v تقسیم بر دلتا تی یعنی بیام شتاب متوسط حرکت رو در نظر بگیرم و در نتیجه نیرو رو به صورت متوسط حساب بکنم در این صورت میتونم از این نتیجه بگیرم که اف نیرو ضرب در زمان مساوی میشه با ام ضرب در دلتا V خب یعنی داره به من میگه نیرویی که داری وارد میکنی ضرب در اینکه چه مدتی اون نیرو رو وارد بکنی هست این عبارت که این عبارت هم هست تغییرات تکانه دیگه چون ام دلتا V مساوی هست با عملا ام V2 منهای V1 دیگه دلتا V رو من فقط نوشتم V2 منهای V1 که این میشه ام V2 منهای ام V1 که این مساوی میشه با تغییرات تکانه یعنی پی 2 منهای پی دقت کنید که جرم ثابت هست بنابراین این عبارت داره به من خیلی چیز جالبی رو میگه داره میگه تغییرات تکانه برابر هست با اینکه تو یه نیروی رو چقدر وارد بکنی یعنی اینجا من الان اومدم مفهوم زمان رو هم در نیرو دخیل کردم و گفتم خب یه نیروی داری وارد میکنی این مهمه اما اینکه چقدر رو نیرو رو هم وارد بکنی مهمه برای اینکه من بتونم تغییرات تکانه یک جرم رو حساب بکنم یا بهت بگم که سرعتش الان چقدر هست من به این کمیتی که اینجا به دست اومد یعنی اف ضرب در دلتا میگم ضربه یا ایمپالس به انگلیسی و به این کمیت هم که میگم تغییر تکانه یکی از روابط بسیار بسیار مهم فیزیکی هست در ویدیوهای بعد تکانه رو با هم خیلی جالبتر و در حقیقت مربوط به دنیای واقعتر کار خواهیم کرد فعلا خدافظ